در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری بین که چه نوری ز کجا میبینم دادم آنایید. کیست دردی کش این میکده؟ دردی کش این میکده؟ یارب که درش قبله ی حاجت و محراب دعا میبینه. استاد گلپا درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ بسیار بسیار خوبم و دیدن شما بیشتر ما رو خوشحال میکنه و میدونی که برنامه کروناست و این حرفا و از خونم نمیشه اومد بیرون و مگر که دوستان بیان که ما باهاشون خوشبشی کنیم و سر حال بیاریم، چون میدونیم ما دو اهل عشق اهل دوستی هستیم و افتخارم میکنیم که این راه رو داریم ادامه میدیم، همه رو هم دوست داریم، ما داریم کیف میکنیم و واقعا داریم استراحت. واقعا باید گفت جای یاران همه خالی در محضر این رند و عاشق و مهرورز جهانی. قربان شما جدا از این که خب سالیان سال برای همه عشق آفرین مهر آفرین و بودید و کارهای دلانگیزتون خونه به خونه رفته، کوچه به کوچه رفته، همین تازگی ها چند وقت پیش من یک عروسی آریایی داشتم با تلفن انجام میدادم در ایران، تو عروسی نزدیک بود گریم بگیرم ولی خودم رو کنترل کردم، دیدم پس از پایان کار یا یه صدایی رفت بالا، صدای اکبر گلپایگان، یعنی ترانه شما رو پخش کردن و اون ترانه‌ای که شما برای گلی خانم کندین من تو را آسان نیاوردم به دست. خیلی جالبه، یعنی شما ببینید حتی بدون رو دروسی بایستی عرض کنم نواهای شما هم الان عروسی میکنن باز با ترانه اکبر گلپایگانی. حالا رمز و راز این چیست؟ یادتون هست که یه سال دیگه هم در دفتر شانزلیزه که نشستی بودیم آقای بارزانی کردستان، درود بر خاندان بارزانی، به من زنگ زده بود که میخواست بیاد دیدن شما. وقتی اومد دیدن شما یک مطلبی رو گفت که برای خود من هم جالب بود، گفت ما تو کردستان حدود 5 تا رستوران داریم به نام گلپا. بعد بعدن که من تحقیق کردم دیدم کلن در سطح دنیا آی گلپا از بلغارستان و مسکو شما بگیرید تا ایتالیا، اسپانیا، امریکا، ونزوئلا و حتی ژاپن ما به نام گلپا رستوران داریم. وقتی اینو میشنوید شما خودتون چه احساس دارید؟ ببینید من هیچ وقت ادعا نمیکردم، ولی همون چیزی که همیشه استادم به من میگفت، میگفت گلپاشو
من اگه به من بگی خودم یه آهنگی رو مثلا 40 سال پیش خوندم یا آوازی رو 40 سال پیش خوندم اینه دوبلش کن دوباره بخون، من اون شکلی نمیخونم، اصلا نمیتونم اون کارو بکنم، چون عادت نکردم و تدریس هم که یاد گرفتم از اساتید بزرگ این بوده که مثلا هیچ وقت موسی خان معروفی شبیه درویشی درویش خان مثلا تار نمیزده، پرویز واقعی شبیه بدی ساز نمیزده، هر دو خوبن، همه خوبن، اما یه چیز هست. من همیشه این بودم که باید خودم باشم. یادتون باشه که من وقتی اومدم نیومدم با ترانه، من با آواز اومدم، اونم استاد بزرگی مثل کی مرتضی خان محجوبی و مسته آزد یه مثنوی شور بود، اون وقتا اینجور نبود، من باید اونی که میخواستم این بود که من با آواز اومدم. اما یه چیزی هم یاد گرفتم، همیشه به من میگفتم که آقا اینه اینجوری بخون اونجوری بخون، ولی پدرم میگفت باید خودت باشی، استادم میگفت باید خودت باشی، من سعی کردم خودت باشی یعنی که تو نره بده بشی، یه لکه بدره، یه چیزی به دسته. الان خوشحالم، من 40 ساله نمیخونم. چرا؟ برای اینکه من دوست دارم که یک بحث سیاسی راجع به من نشه. من گلپا هستم، عاشق آوازم، اومدم به دستگاه موسیقی یه دستگاه عشقم اضافه کردم، همش هم 17 سال با مرز بزرگی مثل پیرنیا کار کردم و خوشبختم که جز اون 4 تا خواننده گلهای جاویدان بودم، بنان فاختایی، آقای شهیدی، آقای شهیدی و خودم، اینا خواننده های گلهای جاویدان بودن، ولی خواننده های دیگه هم بودن، همه خوب بودن، آقای جمال وفایی بود، آقای خونساری بود، محمودی خونساری بود، آقای ایرج بود، آقای منتشری بود و خیلی دیگه دوستان اگه یادم بخواد بره که میبخشم منو، باید که الان در یه حالتی هستیم که ما اینجا دویفتاری کرونا هستیم این فراموش رو بیاریم، ولی من هیچ وقت، چرا من هر وقت با من صحبت میکنم میگم تاریخ قضاوت میکنه، درود باشه، چه خوبم قضاوت کرده اون میکنه، هر جنبه گلپا وقت... یک ستاره یه بوت پنجره تری، من هیچ وقت راجع به هیچ هنرمند چه خواننده چه نوازنده چه تا چه مجسمه ساز همه رو میگم خوب، از همه تعریف کردیدم، هر وقت شما دیدین من راجع به کسی بد گفتم بدونین من خودم بدم، من کوچیکم که میخوام به وسیله این حرفایی که میزنم خودم گنده نشون بدم، نه من گلپا هستم، اگر تاریخ قضاوت کرد هر چی بگم اون قبوله، وگرنه من یه وظیفه دارم میگم وظیفه‌مو انجام دادم، درود باشم، الانم به جز عشق محبت دوستی خنده بچه‌ها نواها و وقتی من میرم تو خونه میبینم که یه دوست دارم یه دونه چایی جلو میذاره من لذت ببرم، چرا من آخه برم یه چیزی چرت و بگم آقا یک کلمه میتونم بگم که آقا این چای کم رنگه، ولی من اونو نمیگم، بله اون عشق منه که اون چیزی که اون داده همینه، من بعد اون رو استفاده کنم، اینه که خب من برام میدونی شما هم هر جا میتونم برم، اونا هم خوبن، ولی آقا دعوا بود فرودگاه دعوا بود که کجا ببریمشون، چند تا ماشین اومده بود دنبالشون که هر کدوم ببرن خونه خودشون، استاد گلپا این رو میخوام من بگم، یعنی چون فرمودید که این مرد نه سیاسی بوده هرگز، عشق بوده، پیام‌آور عشق بوده، آوای ما سیاسی بودیم، ما هستیم، هر عنصر ایرانی باید تو خونه سیاسی باشه، ولی استاد اکبر گلپایگانی به عنوان یه سمبل از موسیقی و جهانگشای موسیقی ایران، حنجره طلای ایران، ایشون کار سیاسی نکرده بودن بده هرگز سیاسی. یه نکته ای رو من میخوام اون چه کنم با استاد گلپا، چون آقای گلپا میدونید که من دفترشان زیزی توی 40 سال همیشه می نشینم و هستم اونجا که مردم از سر تا سر دنیا میان دی پیش من، من هرگز کسی که وارد میشه اونجا هرگز نگفتم آقا کارت شناسی که دونم تو کی هستی، حتی موقع که من محافظ داشتم اینا گفتم تک تک باید بازرسی کنیم، گفتم به هیچ کس دست نمیزنید، همه میان تو، از هیچ کس اسمشون هم نمیپرسید و خدا شاهد همینطور. یک بار یکی که اومد پیش من دید که من خیلی شما رو دوست دارم، دید گلپا عکسش اونجاست، مجله‌ای که با
خودتون مسابقه کرده اونجا اینا همه اینا، گفت من از قبل قضیه مال قبل از اینترنت و تلویزیون مال 20 سال پیش، گفت میدونی من اون سالا تو کمیته انقلاب کار میکردم تو دادگاه، دادگاه انقلاب، گفت یه روز که آقای گلپار آورده بودن اونجا اینا، بعد آخر سر که دیگه گفت چند بار مزاحمشون شدن، گفت یه بار که دیگه مرخصشون کردن اون طرفی که اونجا به عنوان قاضی نشسته بود، گفت نمیدونم گفت گل پایگانی، گفت گل پایگانی گوش کن برو به ضرب الان خونت تا میتونی کمتر ببینون، ما با تو کاری نداریم، این رفیقای سابق تو هم که اینگاهی پرونده علیه تو درست میکنن، ما با تو کاری نداریم، این پرونده یا بچه ها اینو کسی میگه که خودش تو دادگاه بود، ولی این مرد، این بزرگ مرد 40 سال سانسور شد در خونمون نخوند. یادتون از فردین پرسیدم که آخرین آرزو چیه؟ گفت اوستا یک بار دیگه بیام رو صحنه. گفت یه بار دیگه بیام رو صحنه. فردین. بله. و هنرمند دلش میخواد. حالا 40 سال این مرد رو نذاشتن به خونه و این مرد همچنان مهربان، با عشق، با صفا، خودش و خانمش. من واقعا درود میفرستم به شما، چون امروز آقای گلپا ما میخوایم درس اخلاق بدیم به جامعه ایران، فقط از اکبر گلپایگانی، از اکبر گلپا میخوایم درس اخلاق بگیریم. یه نکته دیگه که میخواد اون بگم اون این آقای گلپایگانی تعارف که نداری، ببینید شما از نوجوانی خودت، جوان خوشتیب پر آوازه همه جای ایران سرصدا گلپایگانی و همه عاشق گلپا، من خبر دارم که خواننده ها چقدر عاشق ایشون بودن. بعد شما میرید از همون موقع همسری رو برای خودتون میگیرید و اون همسر شما رو انتخاب میکنه که تا به امروز با مهر یزدان پاک دارید با هم زندگی میکنید، سپاس یزدان پاک رو. این کار شما البته در میدان هنری ایران حتی خارج از کشور بله. استثناء بوده، یعنی روانش شاد فردین عزیزم یه بار به خود فردینم اون موقع گفتم گفتم آقا تو آقای گلپا چیکار کردین که ماشاءالله خانوماتون اینقدر خوب شما رو نگهتون داشتن؟ این خیلی مهمه، برای که این درسی بشه بر مردم ایران. آقای گلپایگانی در شرایط کنونی به ویژه الان کرونا که اومده دشوارترش کرده درگیره در داخل ایران، من شدم طلاق ها خیلی رفته بالا، خیلی ها طلاق میگیرن جدا میشن، بعد بچه های وسط قربانی میشن. دلم میخواد یک درس بدید به اونهایی که ما رو میبینن و میشنون، به ملت ایران که شما چه کار کردید که در میان این همه هنرمند استثناء شدید و همون همسری رو که اول انتخاب کردین تا الان با هم نشستید زندگیتون میکنید. ما هم شاهد بودیم بارها، من با شما سفر کردم، با گلی خانم سفر کردیم، دیدم در سفر در بالا و در پایین همه جای این عشق وجود داشته. این بچه های ما، این نسل ما جدید و قدیم نیاز داره که گلپا بگه به ما که رمز این عشق استثنا بوده، کمتر هنرمندش اونجا پیدا میکنه نیست، چی بوده این؟ ببینیم قربان یه دست بدید به بچه. در همجا که نشستم گاهی تلفن میشه، خب همه بعضی احوال پرسی چیشی، ولی بعضی موقع از شاگردان اولا من یک چیز رو واقعا قطع کردم و اون این بود که از همون زمان که شروع کردم در گلها خوندن، با اینکه کسان دیگه هم بودن که شما مخالفت میکردن اذیت میکردن اینا، من هیچ وقت جواب اونا رو نمیدادم، برای اینکه میدونم اونا آخر سر پشیمون میشن و شدن و شما عواقب کار اون کسانی، من نمیدونم همیشه به کارم هم گفتم نمیدونم چرا هر کسی که اومد با من بدی کرد من که باش خوبی کردم، ولی خداوند از اینا نمیذاره و عاقبت های بدی برشون درست. حدیث عشق ما، حدیث عشق ما گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوونه ای کمتر، اشک من خودتو نگهدار، نه یا پایین منو رسوا میکنی
آخه غم تو میون جانی، چرا تنها منو پیدا میکنی؟ حسنت گلوا، یکی از کارهای قشنگ شما که توش میتونیم بگیم چیز خدایی هم هست اینه که جدا از این که شما همش از عشق و مهر و دوستی و اینا خوندین، گل و سبزه و بهار و اینها، اصلا فامیل خانواده شما همه گله، خود شما گلپا، خانمتون گلی. گلی بعد از همه مهمتر نمم روز. روز. روز یعنی گل به فرانسوی. و این گل بودن خانواده گلپا و ساقی و ساغر و این گزینش بسیار زیبا و هنری و تاریخی شما خیلی جای حرف داره. ببینید، من میخوام امروز یک موضوعی رو که تا حالا نگفتم بازش کنم. بله. چرا من از شاگردان پول نمیگیرم و چی شد که این فکر به سر من اومد که از یه هنرجویی که میاد با یه امیدی در خونه من کلاس های مختلف هم برادران دارن اداره میکنن، خونه کار خودشون رو میکنن، چجوریه که یک بچه تلفن میکنه از تهران میگه آقا شما کی میاد؟ من میگم بابا چه درگیر کرونا هستیم، مریضی کرونا همه چه بستر نمیتونیم بیایم، مگر اینکه اجازه بدن ما بیایم. خیلی رو من اثر گذاشت. یک روزی به همین دلیل اون بچه امیدش اینه که من برم بیاد درسشو بگیره، من که از اون پول نمیگیرم، اون پولی نداره، اگه با خود بدن من نمیگیرم. چرا؟ من یه اتفاق افتاد تو زندگی من، اون موقع بعد از اینکه از دانشگاه افسری اومدم بیرون و چی و چی و چی، حالا زمان داره و حرفای زیادی هست، کارشناس بانک رهنی بودم، یک اتفاقی افتاد. من همه دنبال 30 روز برفتم کار میکردم که یه حقوق میگیرم زندگی رو بچرخم. یه اتفاق عجیبی بر من افتاد. اتفاق این بود که یه روزی ما در استودیو میساقی نشسته بودیم، یکی از هنرمندایی که هستم به حضورتون که مشهورم بود، آره یادم میاد، لوان مهدی میساقی هم شاد، بله خیلی، اون اومد گفت به آقای عباسی بود فکر میکنم، علی عباسی بود که تلویزیون سابق بله اون زمان کار میکرد با یه آقای به نام یادم نیست هشود، نه به هر صورت محسن اسم کوچکیش بود، اومد و گفتش که میدونی چی شده؟ خب من اکنه فکر میدم که این مخاطبش منم، گفتم چی شده؟ گفتش که آواز شما رو موسیو ماتزلانی کارگردان ایتالیایی گذاشته در فیلمی به نام میده آ، میده آ یعنی وکیل. گفتم خب به من چه ارتباطی داره؟ گفت آواز شما رو گذاشته. گفتم خب شما نمیدونی کسی آواز کسی رو بذاره چی بهش پول میده؟ گفتم بله من همیشه با این چیزا فکر نمیدم، همش به دوستی و رفاقت حرفاست، منم دارم کار میکنم، حقوق میگیرم، کارشناسم، 6 تا برخونه میرم میبینم، احتیاج ندارم به این چیزا. گفتم تو حرفات پرتی. گفتم حالا چی منظور؟ گفتم شما یه کاغذ بریش بهشون تلگراف بزه بهشون که اون خانه که شما بودشتی منم، من گلپا هستم، اینو خونده پیش ما سوختگان، پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، صبح و پیمانه یکیست، این همه جنگ و جدل حاصل کوتاه نظریست، گر نظر پاک کنی اون وقت کعبه و بتخانه یکیست. نظر رو باید پاک. ما این نامه رو نوشتیم و تلگراف زدیم و وکیلی هم داشتیم که خدا بیامرزتش فوت شد، ایش دنبال نکرد، گفت این آقا شما رو میخواد ببینه و در یه دادگاهی دار شما رو راضی کنه. ما اصلا بازدم کنم یعنی چی؟
خود سهم شما رو بده از این کن. من خندم گرفت، گفتم خدا همیشه با ما هست. من از اونجا واقعا پی بردم که میگن خدا همیشه به داد دوستانش اون مهربونه که شما بکنی یه جای تلافی میکنه، تو نیکی میکنه در دجله انداخت که عزت در بیابان در باز. ما دنبال این کار گرفتیم، رفتم اونجا $1,000,000 اون موقع، دلار اون موقع که 6,000-8,000 بود به ما چیز دادن بابت دستمزد این خود. $1,000,000. من اومدم باز یک وکیلی که بهت گفتم فوت شد، این اومد من گفت آقا این پولاره که شما گرفتی بیا یه چیزی بخریم یادگاری بذار. گفتم چیه؟ گفت زمین تو خیابون ایران شهر شمالی متر 11,000 تومانی. حالا شما 6,000,000 تومان دارید. گفتم چوچی گفت همه رو بده این زمین رو بخر. 6,000,000 تومان. بله ما دادیم اون کل نخردیم. وقتی اومدم تو خونه با پترم صحبت کردم که یه همچه کاری ما کردم، یه همچه کاری. گفت بابا جم خدا می تو پول نگرفتی از شاگرد، پولکی نبودی، یه جایی گذاشت تو دامنت. درود برشون. بیا خدمت کن، خیلی مهمه. من از اونجا متحول شدم. از اونجا شروع شد که من پول نگیرم از شاگردام. بله. همه رو تو خونم و همه رو مجانی درس دادم. یه دن شاگردام نیست که بگیم. من شاگردی دارم مثل آقای صادقیان، مثل آقای مهاجر، مثل آقای خیلی ها هستن. اماد. بوستانی. اماد. اماد حالش چطوره؟ همه خوبن. همه خوبن و اونا هم پولکی نیستن. نیست. بله بله. اونا همه عشقن. پس اینجا ما متحول شدیم. بله. از اون به بعدم من پدری داشتم که همیشه مثل اینکه اون پشت که خشت و یا پشت پول و پول فلزی رو یه ورش اگه یه عکس بود یه ورش یه چیز دیگه بود. اون پشت میدی. به من گفت اگه میخوای سعادت من بشی مسئله پولکی بودن خود دور. آفرین آفرین. این درس مهمیه بچه ها، گوش کن. بله. هر کس به توهین کرد، هر کس بدون که اون میخواد خودشو گنده کنه تو بهش محبت کن، یه روزی پشیمون میشه. اگر خودش هم پشیمون نشد همون خدایی که میاد به تو یه همچه محبت میکنه که تو رو متحول میکنه که دنبال پول نرو، همون پس گردنش میزنه. و ما دیدیم که واقعا من که از همه گذاشتم همه هم دوست دارم، ولی میبینم که تمام اون کسانی که به من بد کردن، خودتون میدونی من پرده نمیخوام باز کنم، خب اینا تومار درست کردن منو بکشن، چی آقا این خونده ندارم اون خود. من هر کس آدمی که خوب باشه امیرالمومنین و امیرالمومنین من آهنگ خونده دوستش دارم، هر کسی شعرم برش کنم. اینو همه میدونن شام اگه مهربونه، خشمش برای دشمن یه خشم بیامونه. همتون نرفتین در جشن هنر شیراز خوندین، همه مگه تعظیم نکردین؟ ولی من هیچ وقت اینا رو بیان نمی کنم، از شما هم ناراضی نیستم. گفت تو راه خودتو میری، من راه خودمو میرم. من راه من عشق محبت دوستی نمیخوام، یه لکه خواهش میکنم هر چی میخواییم به من بگین جز بدی. من
هیچ وقت به کسی بدی نمی کنم. هر کسم با من بدی کنه تاریخ قضاوت کنه. چرا بعد 40 سال من نشستم تو خونه، همه رو گفتم دوست دارم، هر کی اومد گفت آقا این کارو بکن، گفتم نه، این قسمت من این بوده که خدا منو جاودانه کنه. درود باشه. من که جاودانه نیستم، شاگردای من بعد جاودانه بشن. درود باشه. من عشق همینه و خوشبختانه باید با کمال خوشحالی به تو بگم که آقای عبستا من خیلی از این راضیم. درود باشه. برای که یک دونه خب ببینید بعد 40 سال همه دیگه رو برای کشتن، همه میگن گلپات، چه آقا گلپات بدی نکرده، همش خوبی کرده، پول نگرفته، شاگرد زیر بغلش گرفته، یکی گرفته دیرش رفته، براش فرق نمی کنه. من تو هتل 7 ستاره نمیرم که، اومدم تو خونه یه عشقی که به نام پرویز، من اومدم اینجا دارم لذت میبرم، حالا من اونطور نباشم نباشم، من 100 میلیارد پول نداشتم نداشتم، یک کلام پول بگن آقا این عجب آدمیه، مال فلان خورد، اون زن اینجوری کرد، اون اونجوری کرد، اون رفیقش پر... نه من خوشحالم، این حرفا نیست. همه اگه از من میخوان صحبت کنن به بدی صحبت نمی کنن، همه شون اگه منم بمیرم مطمئن باش میگن خدا بیامرزه. 150 سال دیگه قربان آقای گلپا میخوام اینجا یه نکته به شما بگم، اون اینه که برای که واقعا ما که میدونیم، خود شما هم بهتر بدونید، الان با در شرایط کنونی که بچه های ما دیگه به فکر آوازهای لس آنجلسی و جازهای جدید و رپ خونی و فلان و بازی های استار وارس و اینا هستن، باور کنید آقای گلپا، چون میدونم استاد گلپا خودش اینا رو نگاه نمی کنن، من میخوام بهشون بگم در هر جا که از شما کاری منتشر میشه از کار قدیمیتون و جدید، شما نمیدونید بی نهایت مردم استقبال میکنن و میبینن. اخیرا مثلا همین کتابی هم که از شما منتشر شد، گنجینه گلپا، من شنیدم چند بار در ایران چاپ شد، یعنی کتاب تو ایران در میاد قربان، فلان کس خاطرات من 1000 2000 تا تو ایران 70 میلیون. این کتاب چندین بار چاپ شد و استقبال مردم از کارهای شما، گلها، ترانه و همین کتاب اخیرتون، این بیانگر عشق و مهر مردم ایران هست، مردم پارسی زبان، چون در تاجیکستان هم گلپا عاشق داره، در تاجیکستان این آقای صاحب بازار یک ترانه خیلی خوبی نوشته بود، اون موقع که هنوز مخالف تاجیکستان بود، پناهنده بود، اومد اینجا رفت آمریکا، شاعر که از خون سیاوشیم، همین که آرم برنامه ماست، اول برنامه از خون سیاوشیم، این قربان وقتی که ارکستر سمفونی تاجیکستان اینو نواخت و عرض کنم خدمتتون و گل رخسار هم در صدای ما رو میشنوه و بعد برگشت اونجا و اینو دیگه شکوی بهش دادن و چون شعر رو به من هم تقدیم کرده من گذاشتم آرم برنامه، آقای بازار صابر، یعنی شاعر بزرگی، رئیس جمهور تاجیکستان شخصا دعوتش کرد از امریکا برگشت به میهن خودش بعد سال، خانم گلرخسار، گلرخسار عزیز درود بر تو، ایشون رئیس پارلمان تاجیکستان بوده قبلا و خودش شاعر است، چند سال پیش 2-3 تا ترانه هاشو به من داد که من موقع دادم خدمتتون، تو پیش گفت اینا رو من میخوام استاد گلپا بخونه. یعنی شما آوازه شما نه تنها در سرزمین خودمون و جاهای دیگه، چون تاجیکستان و وطن دوم ماست، در همه جای جهان، و چون نام بردم از بعضی جاها کردستان، دلم میخواست تاجیکستان رو بگم که قربان در تاجیکستان هم گلپاست و در خود تاجیکستان هم ما جایگاهی به نام گلپا داریم. قربان من خیلی تشکر میکنم از همون دوستان عزیز، علی یک چیز هست که من هر موقعی میخواستم یک دونه آوازی رو بخونم خیلی روش فکر میکردم، یک شعری پیدا کنم که به درد مردم بخوره، میدونی بوی عشق بده، درست. نه بوی پول. بله بعد یادمه که یک دونه شعر بعدا من خودم فکر میکنم نخونده باشم، حالا کسای دیگه من اگه خوندن نمیگم بده با بله. اونا رو من کاری ندارم، هر کس راه خود شد. من یادمه که بچه های آتش نشانی اومدن خونه، خیلی ناراحت بودن، اسم اون یکیشون که تقریبا رئیس هم بود یک کاری بود با یه بچه کوچیک اومدن به نام سعید، خب آقا این چون نیومدین
توی استانبول ببینه این چیزی که ثابت پاسال میگفتن پاساج ثابت آتش گرفته و چه اتفاقی افتاده. بریم ببینید چی مردم گرفتارن، مخدرشون سوخته اینجور اینجور اینجور. من همونجا ساختمان پلاسکو نه اومد منزل ما سوخته بر میدونم وقتی اینا را که تعریف کرد من همونجا با این فکر افتادم من باید یه دونه آهنگ با یه شعری برای اینا بخونم. آفرین. اومدم با یک دونه آهنگساز صحبت کردم که خیلی مورد علاقه من بود که آقا ما یه همچین داستانه رو این رئیسه یا این آقایی که کارمنده همین شرکت آتش نشانی ایران هست به نام سعید که زنده هم هست بسیارم و چه خوبی خوشقلبه اینه گفت من تحت تاثیر قرار گرفتم. اون شاعر و اون آهنگساز گفتن که ما یه آهنگ بسازیم. شعر این بود: آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود دیگر به جان آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود دیگر به جا نیست، دیگر دری نیست، ره گستری نیست. وقتی من اینه میخوندم من خودم منقلب شده بودم. سطری که با مشتایه لطف خدا بود دیگر به جا نیست، دیگر به جا نیست. از آتش ما غیر خاکستر نمانده این خانه ویران گشته جز یک در نمونده. آن هم در این نیست، ره گستری نیست. اول که من عاشق‌ترین بودی برایم، حالا آخرینم بهر تو، رنج آفرینم بهر تو، کم خنده کن بر گریه هایم. اول که من رامت شدم آبسته ی دامت شدم، عاشق‌ترین بودی برایم، حالا خنده کن بر گریه ها بایم. از آتش ما غیر خاکستر نمونده این خانه ویران گشته جز یک در نمونده. آن هم در این نیست، ره گستری نیست. Thank you.
چون آینه با من نشستی، نقش مرا در خود شکستی، همچون سرا عشق و صفا بود، سقفی که با مش سایه لطف خدا بود، دیگر به جانی نیست، دیگر به جانی نیست. و این بعد نمیدونم شبی که اومدم بودم من این چطوری یه بود یادم افتاد این کارو بکنم. اون کسی که این آهنگ رو ساخته بود گفت من پول نمیگیره. گفتون نه شما پولی تو باید بگیری، آهنگ رو ساختی. شاعرش هم گفت منم پول نمیگیرم. آفرین. گفتم چرا؟ گفت آقا ما یه چیزی را تو یاد گرفتیم. گفتم من از خدا یاد گرفتم. من این شعر ناگهان اومد، خوشم اومد، این اون آهنگی که آقای انوشیروان روحانی ساخت که از پس یک جزوه شعرش رو مال که آقای دکتری بود پشت جمعه خوش آنان که با عزت زگیتی. ببینید شما این شعر اصلا این یک تابلوه. Thank you.
نشانان که در راه دام مالند به پون خیش بلدیدن دورم افتن نشانان که بار دوستی را کشیدن شانان که بر آدمیم در این دیرانه پاشیدن درد در این دیرانه پاشیدن درد که خوشا آنان که در راه عدالت به خون خیش قدیدن مردن، نگو خودکشی کرده، نگو فلان کرده، خوش آنان که در راه عدالت به خون خیش قلتیدن و رفت، خوش آنان که در من اینقدر تحت تاثیر این رفتان که آقای روحانی به من گفت چقدر این خوب خوندی، گفتم چقدر خوب ساختی، این برای که حرف خداست، آدم چیزی که با خدا و عشق و محبت باشه هیچ، من به شما بگم هیچ پولی هیچ ساخت و همه اینا میمونه، بله، ولی این نوار تا ابد برای مردم درس شاهکاره، بله درسه، بله، بله. تفسیر تاریخه، خیلی قشنگه با کار شما و کار استاد. درود دارم همینجا به استاد انوشان روحانی، امیدوارم تندرست باشید. اون کسی که پشت جزوه قرآن، بله، اون توی خط اینو ساخته این، بله، شعر رو، بله. این درویشی داشتیم، مرشدی داشتیم به نام کربلایی در لندن، بله، روانش شاد از جهان رفت. هر گاه که ما از تلویزیون این کار شما رو پخش میکردیم ایشون به من تلفن میکرد و درود برای شما میفرستاد و از شاعر همین کار صحبت میکرد و خاطراتی که داشت، چون کار واقعا قشنگه آقای گلپا، مثل همه کارهای شما. ببینید آقای گلپا، وقتی که یک سخن میگن از دل بر بیاد به دل ها میشه. شما همه کارهایی که کردین، من الان شبا وقتی دارم کار میکنم توی این گوشم میذارم هیدفونو و گلپا گوش میکنم و برای همینه که تونستیم یه سری از کاراتون رو روش تصویر بذاریم. من خوشبختم که واقعا میگم رو خوشبختم که بعد از 40 سال وقتی سایت رو نگاه میکنم این موبایل رو میبینم اکثر سایت ها صدای منه گذاشتن، میگم بابا من که کاری نکردم، من اومده بودم و پول گذاشتم با عشق زندگی کردم، خودتون میدونین کارهایی که من مشخص نباید بگم، اگه بگم کوچیک میشم. بعد خودم یه شبی یا یه اصلی بود یه نوار یکی داد به من، گفت اینو گوش کن. من تو آمریکا بودم اون موقع، بله، من نشستم و بعد که اون برادر گلی اومد لس آنجلس بودی دید که من عشق از چشم اومدم که گریه میکنم اینا، گفت چیه؟ گفتم صحبت نکن تو این نوار تموم شد. بعد که نوار تموم شد گفت چی بود؟ گفتم خیلی آقا این دختر خانم یا خانم هر کیه ببین چی گفته تو این شعر، گفت چی گفته؟ گفتم اونجا میگی که کوچه تاریک، نمیدونم خونه خالی، سفره بی نون و فلان، آخه ببین این چجوری پیدا کرده اینو داره میگه، از تای دلش داره میگه. گفتم منو منقلب کرد. گفت شما که نه آهنگای زیاد شنیدی. گفتم بله من آهنگ با خانم همیرا جنس شناسی وقتی شروع کرد به خوندن من همه اونو مخواستم شاید مخالفم داشت حسود همیشه هست. گفتم بابا پیشینین گوش کنین الکی نگین، ببینین این خانم چه صدایش میسه که ساختن برای این آهنگ آقای تجویدی، پشیمانم، درود باش، صبرم عطا کن. خب ما همه این رو بریزیم دور، بگیم کی؟ بگیم آقا مرحوم قمر اومده در 100 سال پیش یه آهنگی رو مال آقای نیداود خونده، مرغ سر اون مرغ سهر بود، مرغ حق بود اسمش هم عوض کرده، خیلی خوب خانم قمر هم مدور کشف حجاب این آهنگ خونده رو یه مقدار سیاسی بوده، همون همزمان اون ما داشتیم خانم بهش میگفتن اسمش من نمیخوام بگم قدرت شلی میگفتن
روحانگیزش میشه. روحانگیز که آقای روح‌الله خالقی اسمش رو گوش کنید، همون زمان گوش کنید، نوار رو هم گوش کنید، ببینی چند نوع تحلیل مختلف داره این زن. آفرین، چقدر زیبا. خب ما نمیگیم که اون بده، ما میگیم اینم خوبه. شما ناراحتی نمیگیم خوبه، ما نمیتونیم بگیم بد. اصلا کلمه بد من نمیتونم بگم. منفی چرا صحبت میکنی؟ مثبت صحبت کن، حقایق رو بگو. تو معلمی، باید زیر بغل جوان ها رو بگیری. تا اگه شما همش بگی که معلم من اینه گفته، هی در جا بذار. این نمیره جلو، برو بین موبایل کجا رفته؟ بله. مردم دارن کره ما میرن، ماش هواپیما چی شده، ماشین چی شده، علم داره میره جلو. شاید بگید نه، من اونی که استاد گفته میگم. به من اگه بگن آقا بیا مستم هستم اونجوری بخون، دیگه نمیخونم. یه جوری دیگه میخونم. بله. الان باید یه چیزی بخونم. اینه که به هر صورت همیشه باید قربان از استاد جلو رفت. برای که پیش رفت حتی برای کار خودش هم آدم وقتی دوباره میخونه باور میکنه استاد گربه توی 40 سال 45 سال که من مینویسم کم اصلا کمتر پیش اومده، شاید 1 در 1000 که من مطلبی که مینویسم دوباره بخونم، چون اگر بخونم 1 ساعت باز یه چیزایی بهش اضافه میکنم، کم میکنم، اصلا دوباره خونی نمیکنم. چون موقعی که هفته یه مقاله مینوشتم برای نیمروز و فردوسی و اینا، یا دوباره بخونید، ذهن آدم باید همیشه آفریننده باشه، خلاق باشه. چرا؟ ببینید شما اگر اعتقاد داشته باشی وقتی که یک چیزی رو میخونی دیگه دستش نزن، قشنگیش به اونو فلبداهه اومده. بله، عبدالون داشتم. شما هیچ وقت وگرنه هستن هنرمندهای خوبی هستن مثل ما قدیم داشتیم. بله بله، مثل همین آقای جهاندار که بسیار صدای خوبی داره و من معتقدم از خیلی خواننده های قدیمی هم بهتر میخونه، آقای جمال وفایی اینا. ولی آخه نمیخواین شما اینا قشنگ حقایق رو بگین. بله. چرا همش میخواین بدی بگین؟ بله. آقای جمال هم گفتی، من یادم بیاد من موقع بچه بودم، بچه با تلویزیون نشسته بودم، یه جمال وفایی با ارکستر یه شب عیدی بود تا شروع کرد بخونه، این خیلی خوش آمد. من 50 سال پیش شاید باشه، 40 سال، گفت من میخوام به سلامتی و به یاد اکبر گلپایگانی کنی بهتر از اکبر بکنم. خیلی من از این خوش آمد، از این کار جمال وفایی. آره جان، موافقی یادی از اکبر گلپایگانی کنی؟ بوی سپید. سلام، من به اکبر گلپایگانی بچه محل و دوست عزیزم. قربان خاک شهباز، قهرمان داریم، خواننده داریم، همه چی داریم. حقیقتم که من معتقدم اگر کسی، اولا عده‌ای از خواننده‌ها اصلا نمیخوان بگن، خودشون دارن تقلید میکنن از کی؟ از اون آقای زلی که عراق در جوانی هم حب شد مرد.
یعنی که ما خواننده های خیلی خوبی به همه داریم. اون من یه صدایی که بسیار خوشم میاد صدای آقای بختامی بود. چقدر زیبا میخون، چقدر خوب میخون. خب ما به این نگیم چرا شاگرد من نبوده، چرا هر کی میخواد بشه این خودش الان این دیگه ادای کسی در نمیاره. یا ایده که من میگم مثل جمال وفا اینا، اینا اتفاقا من معتقدم که خواننده های بودن که خیلی موفق بودن. چرا؟ نتونستم به سوال بخونم صدای خودشه، یعنی نتونست ترانه شما رو میکنه، تصنیف شما رو میکنه، برای جمال وفاییه داره گلپان رو زنده میکنه. آره آره، عشقشو به گلپانشون میده. جالب آقا باید بهشون محبت کرد. بله. زیر بغلشون گرفت. قدر محبت رو بده. بله. توی دنیا ما از قدیم گفتم اینو خاطر محبت و توی دنیا. آقای گلپا من دیگه چون امروز صحبت شد خودتونم فرمودین و بیاد فردین که حالا یه ماهم از سالگردش گذشته، هفته پیش اعلام کردم که فردین 20 تا مدرسه ساخته بود و تعداد زیادی از بچه‌ای که تو خارج امریکا هم اروپا تحصیل می‌کردن هزینه تحصیلشون رو داده بود و هیچ کسی اینو نمی‌دونست. حتی یه بار که من تو امریکا مستقیم باش مصاحبه میکردم، اونجا آقای فردون توفیقی ایشون اونجا تشریف داشت، اومد روی ایر و فردون توفیقی گواهی داد، گفت آقای فردین همین الان یه کسیه من میشناسمش که این اینجا دکتره و شما خرج تحصیلش دادی، مادرش اومده بود یه روز پیشت و تو خرج تحصیل. بعد بعدن فردین باز اینو به من گفت، گفت اینی که همونجا هم تایید کرد حرف فردون توفیقی، ولی گفت من نمیخوام این حرفا رو بگید. و بعد گفت من برعکس، این آقا توی سان فرانسیسکو بود، من دندونم درد میگرفت، رفت گفتم بیا ببریم پیش دکتر ایرانی، میگه رفتم اونجا و تمام شد، اینا خواستم پول بدم و اینا، گفت آقای فردین اینجا همش مال توئه، ما از تو پول نمیگیریم. چطور؟ گفت من بچه اون زنم که اومد سر فیلم برداری گفت بچه‌ام میخوام بفرستم خارج، پول نداره، من ندارم پول، و تو پول تمام پولی که تو بازی دست رو دادی به مادر من، من فرستاد اینجا، من آرزوم بود که تو رو ببینم، حال تو مادی زیده است. حالا من میخوام امروز یه بچه یه چیز به شما بگم. اون اینکه آقای گلپایگانی که افتخار رفاقت 40 ساله من باشون دارم، بچه که بودم وقتی صدای این رو من گوش میکردم ایشون رو، پدرم گوش میکرد، اصلا کجا فکر کرد که ما باشیم رفیق بشم، درست بشم. حالا تو این سالها من شاهد بودم دیگه، من میخوام بگم که اگه تولدی بود، اگر کنسرتی بوده برای که کسی که احتیاج داشته، ایشون بدون چشتاش اومده و انجام داد. ما در همین اروپا رفتیم یک کنسرتی رو انجام دادیم در یک شهری در آلمان، آخرش آقای گلپا گفتن این طرف چی کار هست که برنامه رو گذاشته بود، گفتم مثلا فلان کار رو برد، گفت اوستا همه پول ما رو خودش بشه، گفت فقط پول موزیسیان رو بده همه ما رو خودش. این کار شما بعد با این کار میدونین اون طرف رفت خودشو بست، یه کار خوبی داره. همینجا توی پاریس تولد بود، یه شب برنامه ایشون تموم شد، گفتم بریم فلانجا تولدی که از بچه هاست، گفتن حتما بریم، اومدید شما. و در تورنتو بودیم همین کار کردیم، در تورنتو که بودیم دعوت کردن دقیقا همینطور. یعنی این مرد که اینجا نشسته، حالا کارهای دیگه که کردن که من اجازه ندارم بگم به شما چون خود من توش نبودم، ولی خبرشو دارم، اونا رو یه روز دیگه. ولی اونهایی که من خودم در جریان بودم ایشون تایی این سالها انجام دادن واقعا قابل ستایش. ما با آقای گلپا ما با شما یه بار رفتیم خونه آقای پرویز اصفهانی، سال نیروز در لندن، ایشون آقای اصفهانی میخواست پسرش داماد کنه، اسمش بود افشین، افشین چطوری؟ تهران الان. بعد به من زنگ زد گفت فلانی میشه از آقای گلپا خواهش کنی برای عروسی بچم بیاد؟ گفتم میدونی که آقای گلپا که عروسی بخون نیستن. گفت نه میخوام بیان اینجا بشینن تو لندن پا میون مهمونا باشن. گفتم که باشه. من با آقای گلپا زنگ زدم، دیدم که اون موقع باید ویزای لندن میگرفتیم و اینا، دو ماه طول میکشید، ولی خب نشد تشویق. ولی اون خانم شهره تفلی اونجا پیش من بود، تا اینجا گفت من میام اصلا میخونم هم. و تفریم اومد شهر حال خود. یعنی میخوام بگم جوان مردی، همونطور که من بارها گفتم بازم میگم، جوان مردی و عیاری تختی فردین اکبر گلپا در تاریخ ما بیسابقه و ماندگار. یک چیزی که شما الان باید کرده من میخوام اینو بگم، خب به نامرادی ما و مراد خیش من هست. بله، به نامرادی ما و مراد خیش من هست، که نه مراد تو مانم نه نامرادی. من
هفت سالمه ولی خوشحالم. سپاس. خوشحالم هیچ وقت پول نگرفتم اینجوری. چون من میدونم کفن جیب نداره. بله. پولی هم شما نمیتونید. ولی من خوشحالم نگرفتم. درود باشه. ولی اون کسانی که گرفتن هم نمیگم بده. شاید احتیاج داشتن یا یه مصارفی رسیدن که ما نمیدونیم. اونا هم خوب کاری کردن. ولی من نمیپسندم. بعضی قربان موزیسیناشون از دستشون بعضا بر. من بی آخه بعد با میدونید که از موزیسین یه بار دو بار رفته دفعه سوم رفته. ولی این مرد من شاهد بودم. یک جایی در همین گوشه از این جهان ما در خدمت استاد رفتیم و همراه دو تا از موزیسیناشون برای شام دعوت کرده بود ما رفت. موزیسینا هم چیز سازشون همراهشون بود. زدن و اینها و بعد استادم حالا به زمزمه فرمودن و اینها. آخر شب ما می‌خواستیم بیایم بیرون. من دیدم که صاحب خانه آمد یک پاکت بده به استاد. دم در که می‌خواست سرماشی بشه. استاد گفت چی ناراحت شده؟ نه نه نه. اصرار استاد گرفت. همونجا برگشت داد به موزیسینش. بعد یارو گفت استاد اینای پاکت ها مال موزیسینا. گفت اونا رو بده. موزیسینش اینجوری خیلی جلفته بودیم اونجا منم. ببین اگه اونو گرفته بودم اینو شما نمیگفتی. بله. چون من اونجا حمال یه مقدار اسکناس بودم گذاشتم تو جیبم. بله. که اینه وزنه برم کجا ببرم تحویل بانک بدم. بله آخ بله این که با یه لقمه نون و پنیر گرون سیرم آخه بیام حالا یه آخر سر این کارا رو بکنم. میام یه حرکت میکنم که خودم رو نجات بدن. درود باشه. اون بار سنگینی که به نام اسکناسه تو جیب من نباشه. درود باشه. من بذارم کنار. من عشق. درود باشه. محبت. جای همه عرفا. همش عشق. یه شعر قشنگ بخوی یه بوسه من رو تموم شد. درود باشه. ما اینه برسن امیدوارم که همیشه شما. برمانتون های گروپا واقعا باشه. خوشحال باشید. بچه های سالم داشته باشید. و حتما معتقدم که این بچه هم میرن دنبال راه پدرشون. من بچه شما رو دیدم کوچی. چه بچه کوچی اون موقع 5 سالش چقدر محبت داشت. ما تو ماشین نشسته بود میپردیم و اسم من میبرد. من هنوز اون خاطره یادم نمیره. امیدوارم بله. که در سنین بالا ببینمش که با همین روحیه به مردم داره کمک میکنه و مردم رو زیر بار مردم میگیره. انشالله که شما هم سالم باشین. و چون میگفت کسی که دنبال عشق و محبت دوستی هیچ با نمیمونه. درود. استاد گلپا اینه که گفتید من هر بار صحبت شده از فرزندم که حالا خوب 7 سالشه یه چیزی داشتم بهت میگم. یزدان گواه از این بچه. دیشب که من شبام یکی دو ساعت الان کنفیمان هستیم تو خونه هستیم میاد با هم نشینیم. دیشب برای من میدونین چیر خودش میشمرد. رفته بود پای کامپیوتر و داشت ترانه های شما رو ترانه گلپا رو نگاه میکرد. یزدان گواه. و میگو بابا اینو 8 سال پیش گذاشتن. بابا اینو 40,000 نفر دیدن. بابا اینو 12 سال پیش. ای بابا اینو یه ماه پیش گذاشتن روی یوتیوب. یعنی عشق وقتی که میگم هست خانوادگیه از پدر من شروع میشه. روان شاد باشه اون به من و برادرم و حالا به بچه 7 ساله. و این بهترین هدیه است برای شما استاد گلپایگان. بهترین هدیه است. من میدونید که با همه این عزیزان در تماس بوده هستم. همشون به محبت دارم نمیدونم. یعنی میخوام بگم دیگه. من میگم برای که گفته باشم باور میکنین هنر موزیسین های درجه یک میومدم تو دفتر شانزگیزه پیشم. من حال احوال نکم میگرم نه آقا ناراحت اینو چرا ناراحت. آقا ما رفتیم با طرف زدیم پول چه نمیده. پول ما نمیده. میگه میریم ایران به تومن بهتون میدم. میگم آقا تو که اینجا به یورو و فرانک و دلار گرفتی به ما باید دلار بدی. ما میخوام بریم تو خیابون دلار خرج کنیم. تو میخوام بری ایران تومن به ما بدی که باید اون پول رو من نمیدادم بهشون. شما در نظر بگین چنین اینا پشت پرده نمیمونه. بله. اساتید بزرگ بودن اینا. همونطور که اومدن برای من تعریف کردن برای کسی دیگه هم تعریف کردن. این اساتید بزرگ رو وقتی اینا حق و حقوقشون رو نمیدادن بعد شما من شاهد بودم همیشه اول میگفتین موزیسیان ها افستا این موزیسیان ها رو اصلا بدونی که
آقا ببین موزیسین الان اومده تو ونکوور چه پولی لازم داره چه کار کنه. آقا ما تو تورنتو هستیم، این از ایران اومده، این بانده تو جویش پول نباشه، عرصت جون بین بده بین. شما رسیدین، ما این شاهد بودیم، ما دیدیم که همینجا مهرورزیاتون برای دوستان و غیره این است که استاد گلپا بی خود نیست که این فره مهر ایزدی وقتی تو این دل میاد بیرون از اون طرف هم جواب مثبت میگیره. برای میگه زرتوش میگه با هر دستی که بدی همون دست همون دست به تو برمیگردونه، برمیگردونه. ببینی آخر عاقبت این کسانی که این کار رو میکنن، ببینی آخر یه تنه خونر من همیشه تا بچه ها نمیمودن سر میز غذا شروع نمیکردن، من شروع نمیکردم هیچ وقت. من اول خودت بودی در همیشه من میگفتم اینا کسان از این دل مردم داره خوش میکنن، چرا دلش شما میشکنی؟ دلوقتي. چرا پولش نمیدی؟ آخه این چه جور پولیه که تو میخوای بخوری؟ این نیش عقرب نظره که این هست، اختزای طبیعت. پس از اول در سابقه هم میگفتن که آقا سر سفره به بابانانش نون نخورده یارو، چرا بیزاری اینو بگم؟ بگو این آدم کمک میکنه دوستاش، پول نمیگه از شاگردا، مال اونو نمیخوره، اگه یه چیز اونجا باشه بر نمیداره اول گاز بزنه، اول میگه شما تشریف بیارین هنرمندا بیاد، شما این مردم رو سر حال آوردین، من تازه اومدم خوندم، اگه اون حال تو به وجود نمیوردی من نمیتونستم بیام بخونم. خب ما اینو باید در نظر بگیریم و اینو واقعا من برای آیندگان میگم، هنرمند اگر دو تا سیم و کوک کرد با هم علمه، این علم در جا نمیخوره، شاید معلم هم خیلی خوبه ولی شاگرد باید جلو بزنه بره کارهای جدیدی درست کنه، نوآور باشن. بله باید نوآور باشه. همه این موسیقی ما اگر از قدیم با دیدیم دیدیم مرغه یه پول خروس و نمیدونم زالک زالک اینا خوب بوده، نه اینکه بد باشه، ولی اینا درست پایه شده که حالا شما بتونی یه امارت 50 طبقه روش بسازی، پایه رو قرص کردی. اینا معلم ها هستن که پایه رو قرص میکنن، شما باید بعدشون با احترام ببرش تو موزه هنری، ولی خودت باید خودت باشی. اگه خودت گم کردی دیگه گم کردی. حالا آقای گلپا برای حسن ختام، چون داریم از عیاری، از جوان مردی، از بزرگ منشی استاد گلپا میگیم، من دلم نمیاد اینو نگم، اینو که من شاید هفته یه بار به خانمم بگم، میخوام اینجا برای مردم بگم که چقدر این مرد بزرگواره. ببینید من هنرمندایی بودن اینجا که 2,000,000 فرانک روشون زیان کردم، 2,000,000. طرف رفته تا یکی رفته بهش $1,000 گذاشته که به دستش با $1,000 دیدیم که همه چیز رو واژگون کرد. بله بله، من این استاد گلپا عشق منه، ما بیزنس با هم نکردیم اصلا، ولی عشق و مهر رو شما گوش کنیم. ما یه روز اومدیم تو همین خونه، ماشین رو پارک کردن به استاد گلپا تشبیرم بالا با پرویز و من برم پارک کنم، اومدم پایین گفتم استاد شما بریم بالا من میرم پارک میکنم میام. آقا رفتیم پارک پیدا بکنیم، 20 دقیقه طول کشیده ما جای پارک نتونستیم پیدا کنیم، میخواستم برم خونه، آخر اینجا پیداشو پارک کردم، اومدم بوده بوده اومدم، خب استادم رفتن بالا دیگه راحت نشستم، یهو رسیدم جلو در، میبینم استاد گلپایگانی جلو به در خونه پرویز هنوز سرپا وایستادن. میگم استاد چرا نرفتین بالا؟ میگن رفیق با هم میریم بالا. استاد این من گریم گرفتم، این بزرگ منشی، این بزرگواری، این انسانیت، اون کی؟ حنجر طلایی. شما باور میکنین در روز چند تا پیام میاد که آقا اینو با استاد بگو، آقا من میخوام با استاد صحبت کنم، آقا من میخوام استاد ببینیم، چه وقتی که ایران هستن که یعنی همچنان در اوج. استاد اکبر گلپایگانی اسطوره آواز ایران، حنجر طلایی همیشه که همچنان در اوج، اما ایار ایار مهربان و فروتن. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که سلامت باشید، بتونید جوان ها رو همینطور هدایت کنید، شما میدونم که میکنید کارت از هدایت کنید که بابا یه چیزی دیگه غیر از پول و این چیزهای علکی و واهی و اینا این هست،
خدا کنه که برید آخه چه لذتی داره برد شب چقدر راحت میخوابی. آره میگم من 87 سالمه، باور میکنی که شب سرام میذارم پایین مثل این که اصلا تو بهشت تخت میخواب سام اول وقت برامشم ورزش هم میکنم. تا الانم دعای خیر همون کسانی که من براشون یه کار کوچیک انجام دادم بعد دنبال منه که من میتونم سلامتم میتونم باز ادامه بدم. درود بر شما. آقا 40 سال شما اگه نخوندی همون روز اولی که نخونی میکشی، یعنی که مردی. درود بر شما. شما اگه یه کاری داری اون کار تصدی بگیره دیوانه میشدم. درود بر شما. ولی من تحمل کردم. چرا من میتونستم کار قشنگتری رو در کنارش بذارم؟ حالا اونجا نخوندم بیا معلم خوب باشم پول نگیرم این کارو بکنم. همین کارهایی که هر از چندی منتشر کردیم یکی از یکی بالاتر. امیدوارم که خدا بتونه کمک کنه من این حالتو تا لحظه آخر که آخرین نفس میام در راه این مردم و این هنرمندای خوبمون که هنوزم یکی دوتا نیستن، هنوزم هستن، جوانای خوب هستن، شاهدای خوب هستن که بتونن اونا این دنبال رو باشن. درود بر شما. شما ببینید ما فوتبالیست های خوب داشتیم. بله. نقاش های خوب. بله. داشتیم. تندیس ساز های خوب داشتیم. پرویز اجازی که چقدر شما رو دوست داشت. حالا چرا آقا من به والله گریم میگیری که هنوز از من این همه تندیس درست کردن. خود یه آقای تلفن کرده آقا ما میخواد تندیس درست کنیم. تندیس درست شده چی ساخته؟ یه آقای به نام میرباقری که تندیس سازای خوبه که خودشم موقعی به آلانیای ترکیه هست که آقا ما میخواد تا آخر اردیبهشت تندیس تو خونه خوده، یعنی تو خونه ما. بله بله. پرده برداری رو کنیم، یعنی این برش داریم. من اصلا باز شدیدم برای خواهی چی داره میگه؟ اسمش کیه؟ کیه فهم؟ میر باقری. این یکی از تندیس‌سازهای بی نظیره که اتفاقا برای اون کسی هم که ساخته، اون کسی هم که اومده را با یکی از دوستان من که در وزارت ارشاد بود که اونم مرد خوبی هست، نه به نام آقای عظیمان یا آقای عاطفی کرده بودن، این آقا رو معرفی کردن. این آقا اسمش از رسولی. این گفت آقا من میخوام توی خونه شما باشم، اینو من پردش رو بردم. آخه گفتم حتما بیا اینجا، ما چون کار سیاسی نمی کنیم، همه میدونن جز عشق و محبت دوستی هست، من بیاییم بکنیم مسئله، ما میخوایم بشینیم با هم دیگه یه چندم میوهی بخوریم، یه شیرینی بخوریم. که متاسفانه اینجا ما حتی یه تسلیت بگم به خانواده آقای نصرت بحث نصرتی که رئیس صنف شیرینی سازن بود. بله. و این از بچه های عاشقه که به همه هنرمندان که شیرینی فروش باز کرده اینا شیرینی میداد که بفروشن بعدا برن پروشوهش بزنده. اونم متاسفانه تازه شنیدم که فوت شده، انشالله که اونم سالم باشه. من همیشه بوی عشق رو میشنوم، عطر عشق رو میشنوم، تو خونه روی صندلی بشینم ازش تشکر میکنم. کمی که جاهای این صندلی ساخته شده که ما بشینیم. درود باشه. بسیار انشاءالله که شما سلام. سپاسگزارم استاد، شما خودتون بوی عشق هستید، بوی گل هستید. خیلی ممنون. عطر بهاران هستید. سپاس از مهرتون. بچه‌ها همه شما که توی یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک پیام‌های مهربانانه برای استاد گلپا می‌ذارید، می‌نویسید، به عرض ایشون میرسونیم و رسوندیم و گلی خانم هم همینطور اسمای همه چون میخونن و میشتاسن و سپاس بذارم. از همه چون تشکر بکنم و امیدوارم که عشق و یادشون داره. عشق تو داره. مرسی. خیلی مرسی استاد. ببوسی اومد. Par Golpa a été médaillé de l'UNESCO des universités de Téhéran et de Budapest ou encore du club des champions olympiques du bureau de Téhéran. Suite au parrainage de M. Abbassi Siavash Avesta, la médaille de Verneuil de Grand Prix humanitaire de France a été décernée à Maître Akbar Golpa. چشم
respectant les articles R160 et R167 du Code de la Grande Chancellerie. Monsieur Colpart, pour tout ce que vous apportez à la société, le Grand Prix humanitaire de France, à ma personne en tant que président, est heureux et honoré de vous remettre la médaille du Grand Prix humanitaire de France. Thank you very much. پیشنهاد و تلاش سیاوش اوستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه طی مراسم باشکوهی در پاریس به استاد اکبر گلپایگانی اعطا شد. سیاوش اوستا تا کنون نشانه ها و جوایز و مدال های بسیاری را به خاطر تلاش های انسان دوستی و نوآوری های اندیشه‌ایش دریافت نموده است. از جمله در سال 2000 مفتخر به دریافت لوحه طلایی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شد. از همون پس وی عضو تصمیم گیرنده این سازمان که بیش از 130 سال پیشینه تأسیس داشته و تاکنون به پادشاهان و وزرا و رئیس جمهورا و هنرمندان بسیاری نشانهای مختلف را اعطا نموده است شد. وی در سال 2005 اعطای جایزه انسان دوستی را برای مهندس امیر شجره، رئیس پارس تیوی و پرویز اصفهانی، سردبیر هفته نامه نیمروز چاپ لندن پیشنهاد کرد و طی مراسمی در سنای فرانسه این جوایز به این دو شخصیت ایرانی که سالها در جهت آزادی ایران و بالا بردن اندیشه مردم سرزمین ما در تبعید تلاش کرده اند اعطا شد. در سال 2007 سیاوش اوستا اکبر گلپایگانی مرد حنجره ترائیل را برای دریافت این جایزه بزرگ پیشنهاد کرد و در تاریخ 24 ژانویه 2008 کمیته گزینش با پیشنهاد سیاوش اوستا موافقت نمود و این جایزه در 11 آوریل 2008 توسط ریاست این جایزه به اکبر گلپایگانی اعطا شد. در این مراسم شخصیت‌های فرانسوی و یاران نزدیک سیاوش اوستا حضور داشتند. دو هنرمند پرذوق، جاوید و جاهد، در این مراسم تاریخی موسیقی زیبای ایرانی را اجرا کردند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.